من که دیدم او چشم از کنیز من بر نمی دارد، او را معرفی کردم و به کنیز گفتم که برای سلطان آشامیدنی بیاور. پس از این که سلطان دانست وی کنیز من می باشد، گفت: سینوهه، من می خواهم این کنیز را از تو خریداری کنم و هر قدر که بخواهی در ازای آن به تو زر و سیم خواهم داد. تا آن روز از اصرار کنیز خود که دائما چون سایه مرا تعقیب می کرد خسته شده بودم، ولی همین که دیدم که پادشاه مزبور خواهان کنیز من می باشد، دریغم آمد که کنیز زیبای خود را به وی بفروشم، چون می دانستم هرچه باشد برای انجام کارهای خانه به او احتیاج دارم و اگر کنیز خود را در دسترس نداشته باشم مجبورم در جستجوی کنیزی دیگر باشم، یا اینکه خود همه کارهایم را انجام دهم. از این گذشته همین که پادشاه خواهان کنیز من گردید، قدر و قیمت او در نظر من زیاد شد، زیرا تا وقتی مشاهده می کنیم که کالای ما خریدار ندارد، در نظر من بدون قیمت است و همین که خریداری برای کالا پیدا می شود، در نظر من جلوه می کند. اکنون موقعی فرا رسیده که باید چند کلمه در خصوص اختراع خود بگویم. من هنگامی که در خانه مرگ کار می کردم، متوجه شدم که اگر بتوان روی دندانها را به وسیله یک روکش محفوظ نمود، دندان از آسیب محفوظ می ماند. در خانه مرگ، هنگامی که اموات اغنیا را مومیایی می کردند، روی دندان آنها یک ورقه زر می کشیدند و این ورقه زر به گوشت لثه متصل می گردید. در نتیجه، بعدها که آثار پوسیدگی در مومیایی به وجود می آمد، دندانها از لثه ها جدا نمی شد و بعد از هزارها سال ردیف دندانها به وضع اول باقی می ماند. دندانهای مرده بعد از مومیایی شدن عیب نمی کند، زیرا دندان پس از مرگ فساد ناپذیر است، ولی از لثه جدا می گردد و به وسیله یه زر آن را به لثه متصل می نمودند که جدا نشود. من فکر می کردم که اگر بتوان روی دندانهای افراد زنده یک روکش طلا کشید، ممکن است که از فساد دندانها جلوگیری شود و تا وقتی که در طبس بودم، بضاعت من اجازه نمی داد که مبادرت به این آرایش نمایم، ولی پس از اینکه به ازمیر رفتم و زر و سیم برای من بدون ارزش گردید، در صدد برآمدم که این موضوع را بیازمایم و فهمیدم که کشیدن یک روپوش زر روی دندان مانع از این می شود که دندانهای افراد زنده فاسد گردند. پادشاه مزبور هم که ضمن معالجه نزد من می خواست دندانهای خود را مداوا نماید، موافقت کرد که من با یک روپوش زر دندانهای او را بپوشانم تا اینکه در آینده فاسد نشود، و بعد از اینکه دندانش را با روپوش طلا یکی روی دندانهای بالا و دیگری روی دندانهای پایین مزین کردم، به من گفت: سینوهه، تو برای من زحمت کشیدی و دندانهای مرا از خطر فساد در آینده حفظ کردی و مزدی که من به تو دادم گرچه زیاد است، ولی باز به اندازه علم تو نیست. با اینکه حقی برگردن من داری، من چون مردی راستگو هستم به تو میگویم که خواهان کنیز تو میباشم و اگر این کنیز را به من بفروشی، قیمتی خوب به تو خواهم پرداخت و اگر نفروشی، او را از تو خواهم رو بود و اگر مقاومت کنی، تو را خواهم کشت. من تا کنون با یک کنیز از ملل آدم خوار مواجه نشدم و تو باید کنیز خود را به من بفروشی تا با او ازدواج کنم و ببینم آیا می شود از زنی وحشی و آدم خوار همسری شایسته ساخت که بانوی کشور من باشد و فرزندانی سالم به وجود آورد که مایه سرافرازی من باشند یا نه. وقتی پادشاه این حرف را می زد، غلام من کاپتا که بعد از ورود به سوریه گرم کردن بازار را از سوداگران سوریه آموخته بود، حضور داشت و برای اینکه بازار معامله را گرم نماید و پادشاه را وادارد که در ازای کنیز من بهای بیشتری بپردازد، شیون کنان گفت: امروز شومترین روز زندگی ارباب من است و ای کاش که من از شکم مادر خارج نشده بودم و این روز را نمی دیدم.
زیرا در این روز تو قصد زندگی ارباب مرا کردی و میخواهی او را از یگانه کسی که مددکار و دستگیر اوست محروم سازی و کنیزی را که نظیر او در تمام مصر نیست از وی بگیری و من میدانم که هرگز هیچ کس مثل این کنیز نمیتواند به ارباب من خدمت کند و قلب او را خرسند نماید، زیرا زنی دیگر به این خوبی وجود ندارد. آنگاه کاپتا خطاب به من گفت: ارباب، اگر او نباشد چه کسی به هنگام مراجعه بیماران یا تهیه دارو به تو کمک خواهد کرد؟ وقتی که میل به تناول غذا داری، خوشمزه ترین غذاها را که در مقابل تو خواهد گذاشت؟ و آیا تو زنی را سراغ داری که بهتر از او بتواند به طبخ ماهی بپردازد یا به کارهای خانه تو که کم هم نیست رسیدگی کند و هنگام خستگی پاهایت را بشوید؟ وقتی غلام من این طور بازارگرمی می‌کرد، پادشاه طوری به هیجان آمده بود که از فرط علاقه نسبت به کنیز من نفس نفس می‌زد و گفت: سینوه، من می‌دانم که کنیز تو بسیار زیبا می‌باشد، ولی هرچه بخواهی به تو می‌دهم و اگر راضی به فروش او نشوی، تو را به قتل خواهم رسانید. من دست خود را بلند کردم که غلام را وادار به سکوت نمایم و وی شیون را قطع کرد و من خطاب به پادشاه مزبور که سلطان کشور آمورو در سوریه بود گفتم: این زن برای من خیلی عزیز است و من اگر او را به زور بفروشم به خود خیانت کردم، لذا میل ندارم که این زن از طرف من فروخته شود، ولی حاضرم که کنیز خود را بدون عوض به تو تقدیم نمایم تا اینکه تو بتوانی او را زوجه خود بکنی و چنان که میپنداری سعادتمند شوی. پادشاه آمورا وقتی دانست که من حاضرم کنیز خود را به وی بدهم، طوری خرسند شد که بانگ برآورد: ای سینوه، من تصور نمیکردم که یک مصری دارای سخاوت باشد، برای اینکه از کودکی تا امروز هرچه مصری دیدم مامورین فرعون بودند و می آمدند که از ما خراج بگیرند و پیوسته دست آنها برای گرفتن دراز می شد. هرگز دست دراز نمی کردند که چیزی به دیگران بدهند. تو اولین مصری هستی که به من ثابت کردی که ممکن است در مصر کسانی هم یافت شوند که دست بده داشته باشند و اگر روزی به کشور آمورو بیایی، من به تو قول می دهم که تو را در طرف راست خود خواهم نشانید. آنگاه غلام من برای کنیز لباس آورد و وی پوشی و به اتفاق پادشاه آمورو که مردی جوان و قوی هیکل بود و ریشی سیاه و بلند داشت خارج شد و هنگامی که می رفت می دیدم که کنیز من از مشاهده آن مرد قوی که ارباب جدید او می باشد خوشوقت شده است. پس از اینکه پادشاه رفت، کاپتا مرا مورد ملامت قرار داد و گفت: برای چه از پادشاه آمورا چیزی دریافت نکردی، در صورتی که وی حاضر بود که هرچه می خواهی به تو بدهد؟ گفتم: من از این جهت این کنیز را بلاعوض به او دادم که از آینده کسی آگاه نیست و نمی داند که دنیا چه خواهد شد و داشتن دوستانی بزرگ برای روزهای وخیم سودمند است. شاید روزی من احتیاج پیدا کنم که به کشور این مرد بروم و در آنجا از خطر دشمنان آسوده باشم، و گرچه این مرد کشوری کوچک دارد و در ملک او غیر از گوسفند و الاغ چیزی به دست نمی آید، محاذا دوستی وی برای من در صورت بروز خطر مقتنم است. پادشاه آمورو تا 3 روز دیگر در ازمیر بود و آنگاه چون می‌خواست برود، برای خداحافظی نزد من آمد و گفت: سینوه، اگر تو تمام زر و سیم مصر را به من می‌دادی، به قدر دادن این کنیز خوشبخت نمی‌شدم، زیرا این کنیز دوست داشتنی ترین زنی است که من دیدم و یقین دارم که هرگز از او جدا نخواهم شد. اگر تو روزی به کشور من بیایی، هر چیز بخواهی به تو خواهم داد مگر 2 چیز، یکی این کنیز و دیگری اسب، زیرا در کشور من اسب خیلی کم است و معدودی که در آنجا زندگی دارند برای عرابه‌های جنگی من ضروری می باشد. از این 2 گذشته دیگر هر چه بخواهی به تو می دهم
و هر کس را که مایل باشی به قتل می رسانم و اگر در ازمیر هم کسانی با تو دشمن هستند، بگو تا من به وسیله گماشتگان خود در همین شهر آنها را به قتل برسانم و اطمینان داشته باش که اسم تو برده نخواهد شد. بعد از این حرفها پادشاه آمورو مرا بوسید و رفت، ولی بعد از چند روز از دوری کنیز خود اندوهگین شدم، زیرا چیزهایی به او آموخته بودم و وی در بسیاری از موارد خصوصا به هنگام مراجعه بیماران مددکار من بود و هرچند از مزاحمت‌ها و پرحرفی او آزرده خاطر می شدم، هم صحبتی با او خرسندم می کرد. به زودی هوا گرم شد و نیمه بهار فرا رسید. گلها شکفتند و چلچله ها به پرواز در آمدند. کشتی ها در بندر ازمیر آماده ی حرکت گردیدند تا اینکه به کشورهای دیگر بروند و از آنجا کالا و غلام و کنیز بیاورند. در نیمه بهار شهر ازمیر به هیجان در آمد، زیرا جشن بیرون آوردن خدای تموز از خاک فرا رسیده بود. کشیش های سوریه هر سال در فصل پاییز خدای تموز را به خاک می سپردند و در نیمه بهار در یک روز گرم او را از زیر خاک بیرون می آوردند. روزی که مجسمه خدای تموز از زیر خاک بیرون آورده شد، روز شادمانی عمومی در ازمیر بود و در این روز مرد و زن از شهر خارج می شدند و به صحرا می رفتند و تا غروب به خوردن و نوشیدن و رقص و شادمانی مشغول بودند. من در آن روز به صحرا رفتم که بدانم مردم چه می کنند و دیدم که کشیش ها مجسمه خدای تموز را از زیر خاک خارج کردند و مردم شادی نمودند. به رقص در آمدند و می گفتند که خدای تموز زنده شده است و او خدای گرما می باشد و همانطور که زمین و هوا را گرم می کند، به بدن انسان هم حرارت می دهد و این حرارت همان نیروی حیات بخشی است که همه را به وجد و شادی در می آورد. هنگامی که خدای تموز را از خاک بیرون می آوردند، من دیدم که گروهی از زنها عرابه‌ای را می کشند و روی عرابه مجسمه غریب که من نفهمیدم چیست نهادند و این مجسمه را با چوب تراشیده بودند. در آن روز آنچه بیشتر از آن مجسمه عجیب مایه حیرت من شد، رفتار آن مردم بود که با دیدن مجسمه دیوانوار هر چیزی را که در دست داشتند به هوا پرتاب کردند و آنگاه چون جانوران درنده به میان صحرا هجوم بردند، به طوری که چند لحظه بعد تشخیص آنها برای من دشوار بود. وحشیگری بعضی از اقوام را باید از این نوع آثار فهمید، زیرا در مصر که ملتی متمدن دارد، هرگز این وقایع اتفاق نمی افتد. فصل 11 صفحه 164 خرم حب آشنای سابق. بعد از این جشن از مرز سوریه خبر رسید که قبایل خبیری باز شروع به تهاجم کردند. حمله قبایل خبیری چیزی تازه نبود، برای اینکه هر سال در فصل بهار این قبایل شروع به حمله می کردند، ولی در آن سال تهوری بیشتر پیدا کرده بودند
و به هر نقطه که می رسیدند سربازان ساخلوی مصری را می کشتند و در بعضی از نقاط حتی رؤسای محلی را هم به قتل می رسانیدند و در یک شهر کوچک پادشاه و تمام سکنه حتی زنها و اطفال را کشتند. این خبر وقتی به فرعون رسید، برای مبارزه با قبایل خبیری یک قشون از مصر به سوریه فرستاد و من فهمیدم که بین ارتش مصر و قبایل خبیری که وارد خاک سوریه شده بودند جنگی شدید در خواهد گرفت. من هرگز میدان جنگ را ندیده و از وضع مجروحین در آن میدان اطلاعی نداشتم و نمیدانستم که گرز و شمشیر و نیزه در بدن چه نوع زخم‌هایی به وجود می‌آورد. لزوم مطالعه در وضع مجروحین میدان جنگ مرا وامی داشت که آن میدان را ببینم و به همین جهت از ازمیر حرکت کردم و به طرف جنوب رفتم. در شهری کوچک به اسم اورشلیم به ارتش مصر که از ساحل نیل آمده بود رسیدم. این ارتش برخلاف آنچه شهرت دارد خیلی قوی نبود و یک دسته عرابه جنگی و 2000 کماندار و نیزه داشت. روزی که من وارد اردوگاه شدم خواستم که فرمانده ارتش را ببینم و پرسیدم که فرمانده ارتش کیست تا از او اجازه بگیرم که در میدان جنگ طبابت و جراحی کنم. به من گفتند که فرمانده ارتش مردی است جوان و زیبا به اسم هرمهوب که درخواست کرده که مرا به طرف جایگاه فرمانده ببرند و همین که او را از دور دیدم متوجه شدم که خیلی در نظرم آشنا می باشد و بعد از اینکه نزدیک گردیده یک مرتبه یادم آمد که هرمهوب همان جوانی است که روزی من به اتفاق ولیعهد مصر به صحرا رفتم. هنگام صبح وی با قوش خود نمایان شد و بعد وارد خدمت ولیعهد یعنی فرعون جدید مصر گردید. هرمهوب مرا شناخت و گفت: آه سینوهه، تو در اینجا چه می‌کنی؟ در مصر همه می‌گویند که تو مرده‌ای و شهرت می‌دهند که نفرین پدر و مادر که تو قبر آنها را فروختی تو را نابود کرد. بعد از سرگذشت من پرسید و من تا آنجا که مقتضی بود سرگذشت خود را برای وی بیان کردم و گفتم که من قربانی یک زن به اسم نفر 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 شدم و هرمهوب گفت من هم به دام این زن افتادم و او میخواست همه چیز مرا بگیرد، ولی من برخلاف تو خانه و قبر پدر و مادرم را به او نفروختم، بلکه با این شلاق که در دستم میبینی او را تعذیب کردم. زیرا سینوهه، من باید به تو بگویم که زن تا وقتی در خور احترام است که مبدل به تمساح نشده باشد. وقتی مثل تمساح حریص شد باید با او مثل پست‌ترین غلامان رفتار کرد. بعد من راجع به اوضاع مصر و طبس از او سوال کردم و هرمهوب گفت نمیدانم که ملت مصر چه گناه کرده که خدایان این فرعون را پادشاه او نمودند، زیرا این فرعون عقل ندارد و دیوانه می باشد. خدای این فرعون که وی از او کسب تکلیف می کند خداییست مثل خود وی دیوانه و چیزهایی می گوید که دیوانگان هم نگفتند. آیا به خاطر داری که وقتی این فرعون پادشاه شد تمام غلامان را که در معدنها کار می کردند آزاد نمود؟ و آیا شنیدی یا دیدی که آزادی غلامان چه فتنه‌ای به بار آورد و چگونه ما برای اینکه در طبس امنیت را برقرار کنیم مجبور شدیم که آنها را به قتل برسانیم؟ گفتم آری، وقتی غلامان از معدن خارج شدند خود من در طبس بودم و دیدم چگونه به شهر اموات حمله ور گردیدند و همه چیز را غارت کردند. هرمهوب گفت با اینکه فرعون دید که آزاد کردن غلامانی که در معادن کار می‌کردند سبب بروز چه فتنه‌ای شده، باز از حرف‌ها و کارهای خود دست بر نمی‌دارد و می‌گوید بین یک غلام و شاهزاده فرقی وجود ندارد و غلامان و اشراف نزد خدای او یکی هستند و نباید غلامان را مجبور کرد که در معادن کار کنند.
من یقین دارم که فراعنه قدیم مصر وقتی که در اهرام این حرف ها را می شنوند بر خود می لرزند و از آغاز جهان تا امروز هیچ پادشاه نیامده که بگوید بین اشراف و غلامان فرقی نیست و این بدان می ماند که بگویند بین آبجو و عسل فرق وجود ندارد. یکی از حرف های عجیب این فرعون این است که به من می گفت که قبایل خبیری را طوری بر سر جای خود بنشانم که خون ریخته نشود. آیا ممکن است بدون خون ریزی بتوان که در رندگان را رام کرد؟ و تو سینوهه که طبیب هستی، آیا می توانی که بدون خون ریزی یک شکم را بشکافی و روده زائد را از شکم بیرون بیاوری تا اینکه سبب مرگ انسان نشود؟ فرعون صدای جنگی این قبایل را که از صدای درندگان بدتر است نشنیده تا اینکه بداند که با اینها نمیتوان به مدارا رفتار کرد. بعد از این حرف هرمهاب خندید و گفت ولی من به گفته فرعون اعتنا نمی کنم و طوری خون اینها را میریزم که همه پشیمان شوند چرا از مادر زاییده شدند. من تصمیم دارم که طوری ریشه این قبایل را بسوزانم تا اینکه در آینده هرگز قبایل خبیری نتوانند در فصل بهار مبادرت به تهاجم نمایند. و اما تو سینوهه برگردن من حق داری، زیرا من فراموش نمی کنم آن روز که ما به اتفاق ولیعهد از صحرا مراجعت کردیم قصد داشتند که مرا به قتل برسانند، ولی تو حرفهایی زدی که مانع از قتل من شد و در آن روز تو با عقل خود جان مرا خریدی. به همین جهت من اکنون تو را در ارتش خود گرامی می دارم و اجازه می دهم که تو در جنگ حضور داشته باشی و سربازان را معالجه کنی. دستمزد تو را از جیب فرعون خواهم پرداخت و هر وقت که من کاری نداشته باشم تو با من خواهی بود و با من غذا خواهی خورد. آن وقت هرمهوب جامی از شراب نوشید و افزود وقتی خبر حمله قبایل خبیری به طبس رسید و فرعون خواست قشونی به سوریه بفرستد هیچ یک از سردارانی که در طبس بودند حاضر نشدند که فرماندهی این قشون را بر عهده بگیرند، برای اینکه می‌دانستند که قبایل خبیری افرادی خونخوار و جنگی هستند و هر یک از آنها به عذری از قبول فرماندهی قشون خودداری کردند، زیرا علاوه بر این که می ترسیدند کشته شوند می دانستند که از زر و سیم و مس دور خواهند شد، زیرا در صحرای سوریه زر و سیم وجود ندارد در صورتی که در پیرامون فرعون طلا و نقره زیاد یافت می شود. لیکن من با اینکه از تمام سرداران فرعون جوانتر هستم این ماموریت را پذیرفتم تا اینکه خطر خبیری ها را از بین ببرم و کاری کنم که دیگر آنها نتوانند به سوریه حمله برشوند. سرداران فرعون که خیلی ثروت دارند با کاهنین آمون همدست هستند و میکوشند که نفوذ خدای آمون را از بین نبرند. امروز در مصر بین خدای فرعون یعنی آتون و خدای قدیمی مصر آمون یک مبارزه بزرگی در گرفته و هنوز معلوم نیست که در این مبارزه کی فاتح شود، به طوری که من فهمیدم آمی قاضی بزرگ مصر و کاهن خدای آتون در صدد برآمده که آمون را در مصر از بین ببرد و در این کار فرعون پشتیبان اوست. فرعون می داند که خدای آمون در مصر به قدری قوی شده که کاهنین آمون حکم فرعون را نمی پذیرند و در هر مورد که حکم فرعون را منافی با منافع خود بدانند حکمی از طرف آمون صادر می نمایند تا اینکه حکم فرعون را نسخ کنند. فرعون و قاضی بزرگ که نمی توانند بیش از این فرمان روایی خدای آمون و کاهنین او را تحمل نمایند در صدد برآمده اند که خدای آتون را به قدری بزرگ کنند که آمون از بین برود. به همین جهت به من دستور دادند که در این سفر وارد هر شهر که می شوم یک معبد برای خدای آتون بسازم و من اولین معبد را در اینجا یعنی اورشلیم خواهم ساخت. من نه به خدای آمون عقیده دارم و نه به آتون، ولی فکر می کنم که فرعون در این قسمت اشتباه نمی نماید و سیاست او درست است
زیرا قابل قبول نیست که کشور مصر فرعون داشته باشد ولی کاهنین آمون به جای او حکومت نمایند. منظورم این است که سرداران مصر نظر به این که با کاهنین آمون هم دست هستند و اکنون منافع خود را در خطر می‌بینند، نمی‌خواهند که در این موقع دقیق از مصر دور باشند و از منافع خیش دفاع نکنند. و اگر از تغییرات سیاسی در مصر نمی‌ترسیدند، شاید یکی از آنها فرماندهی این قشون را می‌پذیرفت و از مصر خارج می‌شد و به سوریه می‌آمد. گفتم که من با سیاست فرعون مخالفتی ندارم، بلکه به او حق می‌دهم که در صدد برآید از قدرت کاهنین آمون بکاهد، و چیزی که برای من غیر قابل قبول می‌باشد این است که فرعون می‌گوید که من میل دارم که با حقیقت زمامداری نمایم، و من این موضوع را خطرناک می‌دانم، برای اینکه حقیقت چون یک شمشیر برنده است که هرگز نباید به دست یک کودک بیفتد، تا چه رسد به دست یک مرد دیوانه چون فرعون. وقتی که شب شد، من در یکی از خیمه ها نزدیک خیمه هرمهوب استراحت کردم. سربازها وقتی دانستند که من طبیب می باشم، می کوشیدند که با من دوست شوند، زیرا هر سرباز مایل است که دوستی طبیبی را که باید در میدان جنگ او را معالجه نماید جلب کند. صبح روز بعد نفیرها به صدا در آمد و سربازان را از خواب بیدار کرد و رؤسا مقابل قسمتهای خود قرار گرفتند. وقتی صفوف سربازان منظم گردید، هرمهوب که شلاقی در دست داشت از خیمه خود خارج گردید و یک غلام بالای سرش چتر نگه داشته بود. غلامی دیگر او را باد می زد تا اینکه مگسها را از وی دور کند. هرمهوب مقابل سربازان این طور شروع به صحبت کرد: ای سربازان مصر، که بین شما سیاه پوستان کثیف و نیزه‌داران تنبل سوریه نیز هستند و همه جز ارتش مصر می باشند و مانند یک گله گاو نعره می زنند، و من امروز قصد دارم که شما را به میدان جنگ ببرم و ببینم که آیا می توانید با خبیری ها به جنگید یا نه. در صورتی که قادر به جنگ با آنها نباشید، امیدوارم که تا آخرین نفر به قتل برسید، تا من مجبور نشوم که هیکل‌های منحوس شما را با خود به مصر ببرم و به تنهایی به مصر بروم و با یک دسته از سربازان واقعی از آنجا مراجعت کنم. آهای تو، ای گروه بان که بینیت شکاف خورده، یک لگد محکم به این سرباز نفهم که وقتی من حرف میزنم عقب خود را میخاراند بزن، که بعد از این هنگام صحبت من مبادرت به خارش بدن ننماید. امروز هنگامی که ما به خبیری ها حمله میکنیم، خود من جلوتر از همه حرکت خواهم کرد و پیشاپیش شما با خبیری ها خواهم جنگید. من مواظب یکایی که شما خواهم بود که بدانم کدام یک از شما از میدان جنگ عقب نشینی مینماید یا درست نمی جنگند. به شما اطمینان می دهم که امشب از این شلاق من خون خواهد چکید و این خون را از بدن کسانی که در میدان جنگ درست پیکار نکرده اند بیرون خواهم آورد، و یقین بدانید که شلاق من از نیزه خبیری ها خطرناکتر است، زیرا نیزه آنها پیکانهای مس دارد و پیکان آنها زود می شکند. خبیری ها در پشت این کوه هستند که شما آن را میبینید، و امشب مامورین اکتشاف من رفتند که بدانند شماره آنها چقدر است، ولی ترسیدند و گریختند و نتوانستند که شماره آنها را درست معلوم کنند. خبیری ها فقط یک چیز وحشت انگیز دارند و آن صدای آنهاست، ولی اگر از صدای آنها میترسید، خمیر خاک رست در گوش بگذارید که صدای آنها را نشنوید. و چون این خمیر مانع از این است که اوامر رؤسای خود را استماع نمایید، همان بهتر که از این کار منصرف شوید. وای بر کسی که بدون جهت و نشانه‌گیری تیراندازی کند، و وای بر کسی که طبق امر رئیس خود تیراندازی ننماید. در جنگ موفقیت فقط در شجاعت نیست، بلکه در این هم می باشد که سربازان مثل اینکه یک نفر هستند از امر رئیس خود
اطاعت نمایند. اگر شما امروز فاتح شوید، تمام اموال و گاوها و گوسفندان خبیری به شما تعلق خواهد داشت و من نه یک حلقه زر و سیم برمی‌دارم و نه یک گاو و گوسفند.